پشت پرده دعوای بودجه چیست؟ روز 12 آذر 99 حسن روحانی لایحه بودجه سال 1400 رو به مجلس ارائه کرد. اما هنوز جوهر این لایحه خوش نشده بود که مجلس اون رد کرد. روحانی بودجه رو با توهم توافق با آمریکا تنظیم کرد. اگرچه طبق معمول با دروغگویی سعی کرد بگوید که این بودجه مستقل از رابطه با آمریکاست. روز یکشنبه 23 آذر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران کسری تراز بودجه 35 تا 46 درصدی کل بودجه کم سابقه است. این بودجه پیام ضعف به داخل و خارج کشور مخابره میکنه. در لایحه ارائه شده به مجلس حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری قطعاً منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم میشه. حالا سوال اینه که آیا دعوا بر سر بودجه است و اگر قالیباف بود بودجه بهتر ارائه میداد؟ در پاسخ باید گفت خیر. دعوا اساساً بر سر بودجه نیست. هر کس دیگری هم به جای روحانی بود از جمله قالیباف طرح بودجهش بهتر از این نبود. چون دولت اساساً منبع درآمدی نداره. لازم به یادآوریه که به قول بهزاد نبوی 60 درصد ثروت در ایران در اختیار 4 نهاد زیر فرماندهی خامنه‌ای است که هیچ کدامشان ارتباطی با دولت و مجلس نداره، که البته بخش بزرگی از این ثروت خرج نیروهای نیابتی، پروژه اتمی و موشکی میشه. بنابراین دعوا بر سر قدرت. در واقع باند خامنه‌ای با علم کردن بودجه بدون پشتوانه دولت روحانی فرصت رو مغتنم شمرده تا باند به اصطلاح اصلاح طلبان قلابی رو حذف کنه. به خصوص اینکه خامنه‌ای نگران اینه که با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا اصلاح طلبان مزمحل شده پس از قیام دوباره جون بگیره. واقعیت اینه که خامنه‌ای پس از هلاکت قاسم سلیمانی و فروختن عمق استراتژیکش در سوریه و عراق، همونطور که خودش بارها گفته بود، مجبوره که خط رو در داخل ایران ببنده. به همین دلیل در اردیبهشت 99 صحبت از دولت جوان حزب اللهی کرد. ضمن اینکه خامنه‌ای در تلاش تا اگر بحث مذاکره و رابطه با دولت جدید آمریکا شد، خودش رو به عنوان طرف حساب اصلی برای هر نوع مذاکره‌ای معرفی کرد.